با عرض سلام و درود خدمت شما که بیننده عزیز ما هستید. من اکرم همایونی، امروز چهارمین برنامه سازمان زنان خاورمیانه رو در خدمتتون هستم. امروز مهمانان عزیز متعددی داریم که با تک تک ایشون صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اینکه سراغ این بریم با همکار از هموطن عزیزی که از ایران ما در سازمان زنان خاورمیانه همکاری دارن یه صحبت کوتاه تلفنی خواهیم داشت که صحبت هایتون رو با هم میشنویم. بله بفرمایید، صحبت های شما رو میشنویم، خواهش میکنم بفرمایید. درود و تشکر میکنم از برنامه خوبتون و امیدوارم تو اینجا موفق باشید. ابتدا عرض میرسونم که باید ذهن رو تعلیم بدیم و تغییر کنه تا امیدوار باشیم بقیه چیزا هم تغییر کنه. دختر خانومی که رو توانایی خودش ایستاده و از حالت قربانی و منفعل بودن خارج میشه میتونه زندگی خوبی رو برای خودش رقم بزنه و دیگه زیر سلطه کسی قرار نگیره و از نظر مالی تو زندگی 50-50 رفتار کنه و این استقلال خیلی کمکش میکنه. به قول سهراب سپهری عزیزمون میگه چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. نباید منتظر باشیم کسی ما رو نجات بده، خودمون نجات دهنده ایم. و دیگه این که هنر برای من خیلی مهمه. به نظر من تو شادیه که میشه تصمیمای خوب گره و اتفاقای خوبی بیفته و انسان روش کنه، که متاسفانه تو این سالها تو جامعه ما پر از غم و اندوهه و هستن مثلا روشن فکرایی هم که در مدح این غم و غصه چه تعریف ها کردند و که به انسان عمق میبخشه و متعالی میشه و چه و چه، که اصلا اینطور نیست. آفته، آفت انسانیت، آفت خانواده و جامعه که غمگینه نمیتونه درست تصمیم بگیره، نمیتونه درست فکر کنه. و به قول مولانا، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. تو شادیه که اتفاقای خوب میفته و بچه ها خوب بزرگ میشن. خیلی ممنون از زحمتی که به من دادیم، سپاسگزارم. ممنون، سپاسگزاریم از دوست عزیزی که پیغام کوتاهشون رو برای ما فرستادن و نظراتشون رو اعلام کردن. نکته ای که تو صحبتهایشون نظر من رو جلب کرد همین تغییر دادن ذهن بود، اینکه زنها واقعا به خودشون اطمینان کنن، اون ذهنی که فکر کنن همیشه یک کسی باید بیاد نجاتشون بده، یک کسی باید بیاد حفاظتشون کنه، حمایتشون کنه، اینو بعد از میون برد کنار بذارن و به قول همون شعری که سهراب سپهری گفته چشمها رو بشوریم و نگاه تازهی به زندگی داشته باشیم. ضمن تشکر مجدد و دوستان عزیزی که دعوت برنامه رو پذیرفتن، عرض سلام و درود دارم خدمت تک تک خانوم ها و آقای یاشار، خانوم جاله دفتریان و خانوم فریبا منصوریان در فضای مجازی ایشون خانوم ایرانی بیشتر میشناسن. صحبتمون رو با خانوم جاله دفتریان میکنیم. ایشون رئیس انجمن پارسیگویان و دوستداران فرهنگ ایران هستن. از ایشون خواهش میکنم درباره یک کارهایی که انجام میدن، فعالیت هایی که دارن، برای ما توضیحاتی داشته باشن و اینکه کاری که ایشون انجام میدن چجوری میتونه ما رو در رسیدن به اهداف سازمان زنان خاورمیانه کمک کنه. خواهش میکنم بفرمایید خانم دفتریان. درود بر شما بانو همایونی، درود بر شما بانو فریبا ایرانی مسئولیان و درود بر شما آقای یاشار و درود بر شنوندگان و بینندگان این برنامه. من جاله دفتریان از کسانی هستم که از روزی که جمهوری اسلامی برپا شد سر ناسازگاری داشتم با
رژیم جمهوری اسلامی و کوشش های بسیاری در این زمینه کردم. تا امروز هم همین گونه کوشش هام رو دنبال میکنم و تا جان در بدن دارم برای براندازی جمهوری اسلامی میکوشم. من شما یادآور شدین که سرپرست انجمن پارسیگویان و دوستداران فرهنگ ایرانی هستم. خوشبختانه در کشورهای بیرون از سرزمین ما، بیرون مرز ما، از اون میان از فرانسه، ایرانیان میهن دوست بسیار داریم. از سال 1992 به این سو با گروهی از دوستان ایران دوست انجمنی برپا کردیم به نام انجمن پارسیگویان و دوستداران فرهنگ ایران. کارهای بسیاری کردیم، تا جایی که تونستیم سخنرانی های گوناگونی برای کسانی که از فرهنگ ایران میگفتن، از زبان پارسی میگفتن برپا کردیم. و یکی از کارهایی که بسیار چشمگیر بود و با پیشباز بسیار بسیار خوب هم میهنان روبرو شد، بیرون دادن یک واژه‌نامه بود که من اینجا به شما نشون میدم. ما این واژه‌نامه، نخستین آرمان ما، نخستین خواست ما این بود که این کوچیک و توجیبی باشه. این یک. دو، اینی که ما هیچ واژه‌ای از خودمون نساختیم. اون چیزی که در این واژه‌نامه آمده همش در فرهنگنامه های دهخدا، پرتو، امید، غریب اینا هست، ولی چون اونها کتابای بسیار کلفت و بزرگی بودن در کتابخونه ها خاک می‌خوردن و ما واژه هایی که بیشتر مردم در درازای روز به کار میبرن از اونها بیرون کشیدیم و در این واژه‌نامه بیرون آوردیم که دو بار هر بار 1000 تا چاپ شد و همه به فروش رفت و بسیار بسیار میگم با پیشباز فراوان همیهنان روبرو شد. این یکی از کارهای چشمگیر انجمن ما هست که چون اگر میخواستیم دوباره چاپ کنیم و به دست همیهنان برسونیم، کار بسیار بسیار دشوار و زمانگیری بود و به ویژه در ایران ما ناچار بودیم این رو زیر مانتویی بفروشیم. چرا؟ چون که در بیرون از ایران چاپ شده بود و نمیخواستیم برای همیهنانمون دردسر درست بشه. از این رو بر این شدیم که این واژه‌نامه رو به گفته روی انترنت بذاریم که در هر کجای جهان، در هر گوشه از این جهان بزرگ همه بتونن ازش سود ببرن. که من سخنانم که به پایان رسید، نشونی انترنتی این واژه‌نامه رو در دسترس شما دوستان میذارم که میتونین برای همیهنان پارسیگو در هر کجای جهان که هستن بفرستین. و این واژه‌نامه انترنتی، من یادآور میشم که پیشکشی انجمن پارسیگویان به همیهنان و دوستداران زبان پارسی است، رایگان هست و برای اون به کوچکترین پولی کسی نباید بپردازه و کسانی که دلبسته و شیفته زبان فارسی هستن میتونن از این سود ببرن. من همچنان تلاش های خودم رو در این زمینه دنبال میکنم و یکی از کوشش های من در نوشتارم و در گفتارم، شاید در گفتارم گوش شما زنگ خورده باشه، اینکه واژه های بیگانه برای ما پارسیگویان، واژه بیگانه بیگانه، چه عربی، چه ترکی، چه مغولی، چه فرانسوی، چه انگلیسی، چه روسی، همه بیگانه هستن. از به کار بردن این واژه ها خودداری میکنم. من سخنمو در همینجا به پایان میذارم، میبرم و زمان رو میذارم برای دوستان دیگه. سپاسگزار که به من وقت دادید. ممنون از شما خانم دفتریان. ضمن سلام مجدد خدمت خانم فریبا منصوریان که همونطور که گفتم با نام ایرانی بیشتر تو فضای مجازی شناخته میشن. شما از جمله کسایی هستین که اعلام آمادگی کردین برای همکاری با سازمان زنان خاورمیانه و در این زمینه فعالیت هایی داشتین در زمین های مختلف. همینطور که شما در جریان هستید، میبینیم که در ایران روز به روز خودکشی زنان نسبت به قبل بیشتر و بیشتر میشه. میخوایم نظر شما رو که در این زمینه تحقیقات و اطلاعاتی دارین جویا بشیم که به نظر شما چه عامل یا عواملی موجب شده که خودکشی زنان سیر صعودی داشته باشه در ایران. بفرمایید. خواهش می‌کنم. از همه چیز من درود میفرستم به شما بانو مایونی و درود میفرستم به مهمونای عزیزتون و همچنین به تمام بینندگانی که این برنامه رو میبینن. واژه خودکشی در ایران یه چیز
روتین شده متاسفانه. خودکشی یکی از معضلات اجتماعیه که در در طول جهان آمار زیادی از مردم رو جونشون رو در این جهان از میگیره. متاسفانه در این راستا در ایران شرایط یه خورده پیچیده‌تر و عمیق‌تر هستش، به صورتی که خودکشی همونطور که میدونیم عوامل خیلی زیادی رو در بر میگیره که باعث خودکشی میشه، اختلالات روانی، اختلالات شخصیت که همه اینا مثلا میتونیم در موردش، اختلالات روانی همون موضوعات مشکلای افسردگی، اختلالات دو قطبی بودن، شیزوفرنی و ببخشید اسکیزوفرنی و همینطور اختلالات شخصیت که بر حسب اعتیاد و یا میتونیم بگیم بر حسب استفاده بیش از حد الکل، که همه اینا یک عوامل خودکشی در کل دنیا هستش. ولی یک چیزی رو که در ایران فشرده تر کرده و مشکل رو دو برابر کرده، شرایط وضع بد اقتصادی، اختلالات روحی و روانی که باعث ایجاد خشونت در کشور شده، باعث ایجاد نابرابری های بین زن و مرد شده و خیلی از عواملی که الان شاهدش هستیم باعث خودکشی زنان در جامعه میشه. حالا چرا این خودکشی، من فکر میکنم که چرا این خودکشی بیشتر در زنان اتفاق میفته؟ اتفاقا آمار نشون داده که بیشتر کشورها آمار خودکشی بین مردا بیشتره، ولی در میدونین که ایران با شرایط بدی که داره، وضع نامناسب اجتماعی که داره، تمام این چیزای معادلات اجتماعی رو به هم زده و موضوع خودکشی بین زنها بیشتر شده. البته عوامل بیکاری و سواد کم یا افسردگی بین زنان، اینها همه شامل خودکشی بین زنان میشه، ولی چیزی که عمده ترینش هست و این اواخر ما شاهدش بودیم بیشتر جنبه اعتراض داره برای زنان. زنان تو ایران میخوان که اعتراض بکنن و این اعتراضشون رو به شیوه خودکشی میخوان نمایان کنن. همونطور که میدونیم دختر آبی پوش که در پشت در استدیو خودش رو کشت، فقط میخواست اعتراضش رو به دنیا اعلام بکنه، اعتراضش رو به جامعه خودمون اعلام بکنه. این موارد خیلی زیاد متاسفانه. حالا ببینیم در کل دنیا شاید ما رتبه اول رو کسب کردیم برای آمار خودکشی. هر سال 5% افزایش خودکشی داشتیم در ایران متاسفانه. آمار خودکشی بین کشورهای پیشرفته شاید بیشتر از کشورهای مضطرب و یا سطح اقتصادی پایین تر بوده، ولی با این حال چون استراب و تشویش هیچ وقت آنچنان عامل خودکشی نشده به اون صورت، جز میدونیم بیشترین عامل خودکشی همون وضع بد اقتصادی هستش که این نظام اشغالی برای ایران به وجود آورده و این باعث تشدید خودکشی بین زنان شده. زنان ما مسئولن و همونجور که میدونیم مسئولیت بیشتری رو نسبت به 1915 باز میخوام صدای چیزو مسئولیت بیشتری رو نسبت به مردا حس میکنن همیشه در اجتماع، مخصوصا در ایران، چون یه وقتایی شده که میبینین زنا هم حکم مرد رو دارن، هم حکم پدر رو دارن، هم حکم سرپرست خانواده رو دارن و هم کارهای خانه رو انجام میدن، هم پرورش کودکان رو به عهده دارن. اصلا کلید واژه پیشرفت هر جامعه به نظر من دست بانوان هستش. اگر میخواییم که کشوری رو به سمت پیشرفت
و انقلاب فرهنگی به نحوی بگیم یا آبادانی بگیم، از نظر وضع اقتصادی بگیم، اجتماعی بگیم، از هر نظر که صحبت بکنیم، این زنا هستن که محور اصلی و کلید واژه اصلی هستن. حالا کشورهای غرب یا حکومت اشغالی ایران تنها وسیله‌ای که میتونه این افت پیدا بکنه وضع اقتصادی، وضع فرهنگی، وضع پیشرفت جامعه رو به سوی انحطاط بیشتر بکشونه، دست میذاره روی نقطه زنان. زنان رو از نظر روحی روانی مورد سرزنش قرار میده، سرکوب قرار میده. به هر نحوی زنها در ایران مورد سرکوب قرار گرفتن. خب این عامل زیادی رو برای خودکشی ایجاد کرد متاسفانه. ولی آمارها در کشورهای دیگه خیلی متفاوت تر هستش. شاید در کشورهای دیگه، شاید پیشرفته کشورهای پیشرفته آمار خودکشیشون بیشتره، به خاطر اینکه خب یه خورده زندگی برایشون یک نواختره، یه خورده بی‌مسئولیتی زیادتره. ولی میگم این معادلات اجتماعی در کشور ما کاملا به هم ریخته به خاطر شرایط بد محیطی و اقتصادی و تبعیض‌های بیش از حد این دولت اشغالی. ممنون از شما خانم منصوریان. در تایید صحبت‌های شما، این که میگین در بعضی از کشورهای غربی خودکشی ممکن از ایران هم بیشتر باشه، کاملا همینطوره. ولی مثل این میمونه که یه نفر از ناراحتی معده فوت کنه که ممکنه از بی‌غذایی باشه یا از پرخوری باشه. الان در این استان که ما زندگی میکنیم، یکی از استانهای کانادا، سطح خودکشی واقعا بالاست، به خاطر اینکه همونطور که شما به خوبی ذکر کردین، مردم دیگه به پوچی میرسن، هرچی میخوان دم دستشونه، هرچی میخوان مهیاس آماده است، و به نوعی وقتی به پوچی میرسن به سمت خودکشی میرن، در صورتی که مثلا تو کشور ما یا کشورهای مشابه این دیگه آخرین نوع فریاده که بلکه به قول شما به گوش مسئولین، به گوش دنیا، به گوش مردم برسه که چی داره به سر ما میاد. همون دختر آبی پوشی که شما گفتید، این به هر طریقی، مثلا از طریق مصاحبه با رسانه ها، شرکت در فضای مجازی، اینا حرفشون واقعا کسی به گوش کسی به اون اندازه نمیرسه که به عملی منجر بشه. بالاخره مجبور میشه آخرین کاری که بکنه یه خودکشی به اون شکل بکنه که واقعا دل همه ما رو به شدت سوزوند. خیلی ممنون و سپاسگزارم از صحبت‌های شما. میرم سراغ آقای یاشار. آقای یاشار فانوس، ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما و اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین، شما یک فیلم کوتاه 8 دقیقه‌ای تهیه کردین با امکانات خودتون، با سرمایه گذاری خودتون. ما این فیلم 8 دقیقه‌ای رو میبینیم و بعد برمیگردیم و از شما خواهش میکنم راجع به این فیلمی که ساختین و تم این فیلم و مسائلی که خودتون لازم به گفتن میدونین از شما میشنویم. با همین فیلم 8 دقیقه‌ای رو نگاه میکنیم. روزم که دنیا آمد به مادرش گفتم من دختر نمیخوام و نخواستم، ننگه، بچه مرد مرده. چجوری سلام جلوی در همسایه بگیرم بالا؟
سبحان ربی العلی و بحمده الله اکبر السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله اکبر سبحان الله 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 Fait la une de ce journal iranien. Romina, 14 ans, a été décapitée par son père. Son crime, être amoureuse et avoir tenté de fuir. Sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation. Au diable, cet honneur à la Daesh. Told her to kill herself so he doesn't have to do it for her. 22 yaşında, hayatının baharında, genç, güzel. Honor killings must stop. And Keşver qurbani gereft. Yek model Pakistani ke be kim. Her parents. They threatened to kill her because they believe she shamed the family honor by leaving her violent husband. برادرش کشته شد. قندیل بلوچ یکی از هزاران زن. But her scars make it hard to forget. Just a few weeks ago, she quietly married the love of her life against the wishes of her family. The day after the marriage, Saba's father and uncle took her from her new home and tried to kill her. عاشق به سر داره خدایی
میگن عاشق به سر داره خدایی. میشنویم صحبت شما رو آقای یاشار، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و دیگر مهمانان برنامه و ممنونم که منو دعوت کردید تو تلویزیونتون. خدمت شما عرض کنم که این فیلم کوتاه به نام Rules of Society یا قوانین جامعه، البته من بازیگرش بودم و به همراه یکی از دوستان که به نام رپوار امینزاده هستن، ایشون این فیلم رو کارگردانی کردن، منم جاهای مشاوره هایی دادم. خدمت شما عرض کنم که وقتی که این قتل رومینا اشرفی اتفاق افتاد تو شمال ایران، که پدری با داس دخترش رو در خواب کشته بود و اینا، خب یه حالتی تو ایران اتفاق افتاد که خیلی جریحه دار شدن در واقع همه، و همینطور چون من ساکن هلند هستم تو اینجا هم تو اخبار خیلی بهش اشاره کردن که این اتفاق افتاده و اینا. اگه ما تو این پرونده قتل رومینا اگر بخوایم بریم، به چندین و چند مورد مختلف شما میبینید تو این چیز، تو این اتفاقی که افتاده، که این قتل رومینا رو یه حالت تیپیک بهش میدن. ببینید مثلا رومینا از خونهشون فرار کرده، پس یه جای ناامنی داشته که از اون خونه فرار کرده، کسی از خوشی از خونهش فرار نمیکنه. این شماره یکش. بعد رفته پیش یک پسری که از سن خودش خیلی بیشتر بوده. این مطلب اگر تو مثلا یه کشور مثل هلند اتفاق بیفته به عنوان کودک آزاری میشه، یعنی پلیس وقتی که این پسر رو بگیرتش به عنوان کودک آزاری چندین سال بهش حبس میده. ولی تو کشور ما پلیس این انسان رو اصلا بهش کاری نداشته که این فرار کرده اومده، این بچه‌ای که فرار کرده رو دوباره پسش میده به پدرش، و پدرش هم وقتی میخواسته به قول معروف انتقام بگیره یا بهش میگن آنر کیلینگ یا قتل های ناموسی میخواسته اتفاق بیفته، چیزی که برای من جالب بود تو این اتفاق، خب مثلا تو کشور ما اتفاق خب میفته، ما دیگه پرونده این داستان تجاوز قاری قرآن به بچه های قرآن آموز هم داشتیم، ولی کسی پسر خودش رو نمیکشه. ولی مثلا تو قتل‌های ناموسی که اتفاق میفته خیلی راحت زنان کشته میشن، یعنی به خاطر اینکه به قول اون طرف یه آبروی از خانواده از بین رفته، به خودش اجازه میده که اون زن رو بکشه و اون آبروی باز رفته حداقل بهش برگرده. باز نکته خیلی جالب و برای من حداقل تو این قضیه رومینا بود که پدر رومینا از داماد خانوادهشون که تحصیلات حقوقی فکر میکنن داشته، پرسیده بود که اگه مثلا من دخترم بکشم چه اتفاقی میفته؟ اینم گفته بود هیچ اتفاقی نمیفته، مثلا مشکلی نیست. من شخصا خودم روحیه‌ای ندارم برای قتل، برای کشتن، ضد این داستان ها هستم، ولی برای خودم سوال پیش اومد، گفتم خب اگر یه نفر بخواد آبروی خانوادگیشون رو خب برگردونه، خب میره اون یارو پسره رو میکشه، یا آقا تو سنت به دختر من نمیخور، دختر من بچه بود و اینا، در حالی که اصلا این اتفاقا نیفتاده. یعنی تنها چیزی دم دست ترین چیزی که بوده یه پدری بوده، یه مثلا بچهش بوده، گفته خب اینو میکشیم تموم میشه دیگه، مثلا دهن افراد دور و بر رو میبندیم. و این موضوعی که پیش اومده بود، میگم چون من اخبارش کاملا دنبال میکردم و به رپوارم این موضوعات رو میدادم، ایشون این فیلمنامه رو نوشت و بعد با هم دیگه به قول معروف اینو کار کردیم. حالا من میگم فیلم بسیار فیلم تلخی هست، فیلمی نیست که مثلا بگی یه فیلم سرگرم کننده است یا مثلا چیز اینا، فیلم فوق العاده تلخی هست، اما جامعه ماست، ما باید با حقیقت طرف بشیم. این که نمیدونم همش ما بگیم که نه آقا مثلا به زنها بگیم بانو، مثلا فکر کنیم احترام گذاشتیم، نه این فقط اینجوری نیست. شما میبینید وقتی تو یه دونه کارگاهی وارد میشی، تابلو بزرگ زده میگه اول سیفتی بعد کار، یعنی اول امنیت شغلی بعد شما کار میکنید.
ما اگر بخوایم یه جامعه‌ای داشته باشیم که امنیت باشه، بخوایم یه جامعه رو بسازیم، ما جامعه رو به یه کارخونه مثلا تشبیه کنیم، شما نگاه میکنید که خب وقتی که 50% جامعه ما محیط براشون امن نیست، به این دم دستی ترین راحت کشته میشن. شما میبینید مثلا اسید پاشی اتفاق میفته. تو همین قضیه رومینا اولیش نبود، تو همون دوران رومینا که ما داشتیم فکر میکردیم مثلا متریال برای این فیلممون درست میکردیم، اونا یه خانومی هم بود، پدرش هم مترجم بود، فکر کنم خانم قاضی بود، میگم انقدر اسم زیاده من از ذهنم دیگه رفته بیرون، فامیلیشون قاضی بود، مترجم بود، مال کردستان هم بودن، کشتش. مثلا شوهرش این آدم رو کشته بود، اونم نمیدونم خونه یه روز رفته بود بیرون یه اینجوری. یا همین یکی دیگه فاطمه یراهی بود فکر میکنم تو جنوب ایران. یعنی دم دست در این چیزی که اتفاق تو جامعه ما میفته خانوما هستن، خیلی راحت یارو میخواد انتقام بگیره. یا اگر شما دیده باشید فیلم عروس خون رو آقای خسرو سینایی که چند وقت پیش هم فوت کردن ساخته بودن، که مثلا یه دختری بود که واقعا اینا الان تو اتفاق میفته تو جامعه ما، ولی ما مثلا به عنوان اینکه حالا این درو ببندیمش ولش کنیم مثلا صحبت نکنیم از کنارش رد میشیم، در حالی که همونجور گفتم الان ما فرض میگیریم فردا روز این دوستان، حالا دوستان که ما که نه، دوستان خودشون جمع کردن رفتن از اون کشور، خب ما چجوری میخوایم یه جامعه رو بسازیم؟ 50% زنا هیچ امنیتی ندارن. شما میبینید کشورهای اروپایی وقتی ساخته شدن اینا زنها ساختنشون. شما نگاه کنید وزیر دفاع کشورهای مثل هلند، مثل نروژ، اینا همشون خانم هستن. چجوری به اینا اعتماد کردن؟ با حرف مثلا هی بهشون بگیم بانو مثلا فلان، این مثلا بزرگ میشن این کشورها. نه، به این نتیجه رسیدن که آقا یک خانم زیباتر میتونه اونجا رو درست کنه. متوجه میشید؟ یعنی ما باید به این درجه برسیم، فقط صحبت و حرف و اینا نیست. من خودم آدمی هستم که ضد هیچ چی نیستم، یعنی ضد دین نمم، ضد فلان، چون با ضد اصلا کاری به ضد و اینا ندارم. خودم هستم، من وقتی جامعهمون رو نگاه میکنم خب این آدمه خب حتما همین، یعنی اونجوری که من خوندم پدری بوده که نماز میخونده، پدر من میگم کاری ندارم اسلام دین خوبیه بدیه، حالا قتل عامی که میکنه من اصلا به اینا کار ندارم. اون چیزی که الان تو کشور ما داره اتفاق میفته، آدمهایی هستن دچار تناقضات زیاد، یعنی آدمهایی هستن هم چهارشنبه سوری جشن میگیرن، هم نمیدونم به عید قربون جشن میگیرن، هم نمیدونم مسجد میرن، هم نمیدونم دیسکو میرن. این آدما ما باید تکلیفمون رو خودمون مشخص کنیم. اگر ما میخوایم یه جامعه ای داشته باشیم که جامعه رو به رشدی باشه، جامعه باشه باعث افتخار باشه، بخوایم این جامعه رو بسازیم، چون این جامعه رو نمیشه بخری، اینو باید بسازیش. بخوایم بسازیمش ما باید حقوقی به خانم‌ها، نه بیشتر، به اندازه حقشون حقوقی داشته باشن. اولین حق یک انسان اینه که بهش انسانی نگاه کنن. حق انسان اینه که توی یک محیط امن زندگی کنه، توی یک محیطی باشه که سرپناهی داشته باشه. اگر از خونش فرار کرد جایی داشته باشه، دولت امکاناتی بهش بده که این آمادگی به قول معروف داشته باشه، اونجا زندگی موقتی کنه و بعد بقیه مراحل زندگیش. من در خدمتتون هستم اگه بازم سوالی دارید. خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوب شما. من صحبت‌های شما رو اینطور جمع‌بندی میکنم که همونطور که شما به درستی گفتین، ما به دین و مذهب کسی کاری نداریم، چون اون یه چیز خصوصیه. ما 1.5 میلیارد مسلمان داریم، اینا برای خودشون عقاید خودشونو دارن و مشکل زمانی پیدا میشه، به وجود میاد که این دین و مذهب و اینا دولتی میشه و رژیمای توتالیتر و تمامیت خواهی مثل ایران میان از این چیزایی که تو مذهب و دین و اینا هست به عنوان ابزار استفاده میکنن و اینو نمیشه کاریش کرد. همیشه بوده تو قسمت‌های مختلف ایران، این دخترکشی و حفظ آبرو و اینجور چیزا بوده، ولی همونطور که شما گفتین چیزی که میتونه این مسئله رو متوقف کنه و یه سد بزرگی جلوش بذاره حقوق قانونه. اگر که قانون توی کشوری باشه این اعتقادات هست، ولی اون قانونه که اونو حمایت میکنه یا اینکه نه اونو به شدت مجازات میکنه. شما الان مثلا همونطور که گفتین تو کشورهای غربی اگر که یک جرم فرض کنین مالی پیش بیاد، دو نفر با هم مقابلن،
ولی وقتی یه جرم جنایی پیش میاد، مثلا آزار به یه کودک، آزار به یه زن یا آدم کشی، دیگه اون فرد با فرد دیگه مقابل نیست، اون فرد با یه حکومت روبروه. مثلا مثل ایران نیستش که بتونی بری رضایت یکی رو جلب کنی بعد از زیر مجازات و این چیزا در بیاری. پس من میخوام نتیجه گیری کنم که با تمام این نابسامانی ها و مشکلاتی که وجود داره، ما تنها چیزی که میتونه نجاتمون بده و به زنا، به بچه ها، به مردا این امنیتی که شما گفتید و براشون بسازه، یه قانون درست حسابیه. یه قانونیه که هم گذاشته بشه و هم به بهترین شکلی اجرا بشه. از جمله من یه مثالی بزنم، یه زمانی تو آمریکا شدت و خشونت نسبت به زنا خیلی بالا بوده. به محض اینکه قانونی گذاشته میشه که شدت و خشونت علیه زنان میتونه به مجازات زندان و جریمه نقدی منجر بشه، الان عدد صحیحش رو حضور ذهن ندارم، ولی به شدت این خشونت و ضرب و شتم نسبت به زنان پایین میاد. منظور نهایی من اینه که ما باید دنبال یه قانون باشیم، قانونی که این مذهب و دین و از حالا از هر دین و مذهبی باشه، اصلا ایدئولوژی توش نباشه و بتونه تمام مردم و اونجور که باید و شاید زیر چتر خودش نگه داره. با تشکر مجدد از شما، یه دو سه دقیقه وقت داریم هر کدوم از عزیزان در حد یکی دو دقیقه اگه صحبت پایانی دارن میشنویم. خانم دفتریان از شما شروع میکنیم، بفرمایید. سپاسگزار از شما. ببینیم، من به یکی سخنان بسیار بسیار ارزنده هر کدوم از دوستان در می گذاشتن. فریبا جون به یه گونه از خودکشی زنان گفتن که در جهان و در ایران ما به چه گونه، آقای یاشار، درست میگم؟ درست، بله، یاشار گرامی از نمیخوام بگم چرا، ایشون هم از قوانین گفتن، از قانون گفتن. شما هم بهمین. ببینید، باید ما زمانی که میگیم قانون، باید ببینیم که از چه قانونی گفتگو میکنیم و این قانون در کجا پیاده میشه. من باورم بر اینه که پیش از که قانون در هر سرزمینی ما رو وادار بکنه کاری انجام بدیم یا نه، هر بچه‌ای که چشم به جهان باز میکنه در دامن یک مادر به دنیا میاد، به جهان میاد، چشم باز میکنه به جهان. من به تربیت بیش از هر چیزی باورمند هستم. از همون دمی که یک بچه در گهواره میفته، ما بایستی که تربیت بچه رو آغاز کنیم، چون بچه ها بسیار بسیار خوب در میابند، به خوبی میدونن مادر کیه. با همینی که بسیار کوچیکن، بسیار آگاهیشون ما گمان میکنیم که کمه، ولی اون احساسی که در درونش هست، میدونن که سر مادر رو چجوری میتونن کلا بذارن، میتونن بگن که پدر بزرگ چجوری دوستشون داره. بنابراین این احساس درونی به اونها نشون میده که کی رو میتونن باهاش گفته کنار بیان و که، و این قانون طبیعت و من به تربیت بسیار بسیار باور دارم. در کشوری که ما زندگی میکنیم، همونطور که گفتم، باید ببینیم چه قانونی در کدوم کشور پیاده میشه. از قتل رومینا که صحبت میکنیم، زیر قانون اسلام این پدر اون دختر رو به قتل رسونده. اونچه که در سرزمین ما که در زیر چیرگی جمهوری اسلامی گیر کرده پیاده میشه، همه زیر قانون انجام میشه، یعنی قانون اسلامی که در اونجا داره پیاده میشه. و همون جوری که بانو همایونی گفتن، ما باید به گونه قانون مدنی رو از قانون دینی جدا بکنیم تا بتونیم که یک سرزمین رو بتونیم تا اندازه، بازم 100% نه، به پیش ببریم. بنابراین اون چی که در ایران رخ میده، چه درباره این دختری که به دست پدرش کشته میشه یا دختر دیگری که خانم مبهدی میره، کاری نمی کنه بیچاره. تنها
روسری سفید از سرش بر میداره، در میون یه میدون وای میسه، اینو میکنه سر یه چوب، بدون اینکه کوچکترین سخنی از زبانش بیرون، بدون کوچکترین حرف، این تکون تکون میده، میان میگیرنش میبرن زندانش میکنن. چرا؟ چون قانونی که در سرزمین هست قانون اسلام هست و ما در زیر قانون اسلام زن به هیچ جایی حساب نمیاد، هیچ حقی نداره و نیمه مرد حساب میشه. دیگه نیازی نیست که من بگم، چون میبینم همه شما آگاه تر از ماست. بنابراین من به تربیت بیشتر از هر چیزی باور دارم که میبایسته که از آغازی که بچه به دنیا میاد تربیت به بچه داده بشه و این بچه هایی که امروز چشم به جهان میگشاین فردا اینها هستن که قوانین رو در سرزمین ها پیاده میکنن. اگر به یک بچه در آغاز انسان دوستی و مهربانی رو یاد بدیم، اون جز این چیزی دیگری یاد نداشته باشه نمیتونه بزرگ که میشه مانند همینطور آقای یاشار که گفتن اصلا توان اینی که بخوان به کسی به یه مورچه آسیب برسونن نداره. من باورم بر اینه که ما ایرانی ها در این روزهای سخت و بسیار بسیار دشواری که داریم اثر میگذرونیم، راهمون تنها اینه که به آیین گذشتگانمون، فریبا جان از شادی گفتگو کرد یا نمیدونم کدوم یکی از شما نازنینا از شادی گفتگو کرد، ما به آیین گذشتگانمون که برگردیم، آیین گذشتگان ما سراسر شادی بود، سراسر ستایش از پروردگار بود، سراسر مهربانی و دوستی بود. ما از زمانی که به دست من دشمن شماره یک اسلام هستم، بدون هیچ رو دروازه میگم نگرانیم ازش کردم. چرا؟ چون من زن که به دنیا آمدم من رو نیمه مرد حساب میکنه، همه حق و حقوق من رو از من گرفته، ارث از پدر کمتر باید ببرم، زیر فرمان شوهر باید باشم، شوهر نباشه پدر باشه، پدر نباشه عمو باشه، عمو نباشه برادر باشه، یعنی من اصلا هیچم تو جامعه. بنابراین من با یه همچین سرزمینی، با یه همچین حکومتی سر ناسازی کنم. بنابراین یکی از خیشکاری های ما مادران اینه که فرزندانمون از همون آغاز با مهر و دوستی و آشتی بزرگشون بکنه و در گوششون لالایی هایی که میخونیم لالایی مهر و محبت و آشتی. ممنون از شما خانم دفتریان. چون وقتمون محدوده میریم سراغ خانم منصوریان عزیز. در چند دقیقه خواهش میکنم صحبت های پایانیتون رو بفرمایید. میکروفونتون بسته است. همونطور که جناب آقای یاشار گفتن، این خشونت های در جامعه ما، همسرآزاری، کودک آزاری، همه اینا خود یکی عامل اصلی خودکشی مادران و زنان در جامعه ما شده. گاهی زنا فکر میکنن حتی خیابون امتر از خانه است. من فکر میکنم این شرایط نابسامانی که ایجاد شده همه دست حکومتیه که همونطور که بانو دفتریان گفتن نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلامی که عنوان شد. البته من فکر میکنم فقط اسلامی نیست، هر ایدئولوژی، حتی اگر راست، حتی اگر چپ، هر چیزی که بیاد در مصدر حکومت قرار بگیره این نابسامانی رو داره. فقط اسلام نیست، فقط ادیان مختلف، هر کدوم به نوع خودشون اگر بیان قدرت یک حکومت رو به دست بگیرن 100% ما داشتیم در تاریخ که چه بلاهایی سر اقوام اون اجتماع آوردن. در هر صورت من جنبندی که بخوام بکنم، ناامنی و خشونتی که حاصل ایجاد این دولت هست، من دولت رو دشمن ایران میبینم. من این دولت به نظر من از هر نظر که شما فکر کنی، از نظر ناامنی، از نظر وضع اقتصادی، از نظر وضع اجتماعی، فرار مغزها، فرار مردم که الان چیزی نیست، فکر میکنم یکی دو روز پیش
یک خانواده به خاطر فرار از ایران جونشون رو در آبها از دست دادن و هزار یک مشکلات دیگه. یعنی همین مشکلات خودکشی رو بخوایم به جامعه بین المللی عنوان کنیم، خودش یه موزلیه که باید به داد ما برسن، به داد ایران برسن. واقعا همیشه از هر نظر قسمت‌های منفی اجتماعی و هر گونه معادلاتی که حساب بکنیم ما قسمت منفی اول شدیم و هیچ راهی برای ما نمونده مگر اینکه بخوایم یک جوری این دولت رو کنار بذاریم و باهاش مبارزه کنیم و امیدواریم که کسی یک رضا شاه دومی بیاد و این کشور رو نجات بده که این همه بدبختی و ناامنی و این مشکلات کم بشه. میگم یه چیز دیگه‌ای که دلم خواست اینجا از مولانا بگم: اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. این هر دو معما وین حل معما، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. با سپاس از شما بانو مایانی و بقیه دوستان که حضور دارن اینجا، من همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم منصوریان عزیز. صحبت آخر آقای یاشار فانوس رو میشنویم در چند دقیقه. بفرمایید، خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که همونطور که دیگر مهمانان برنامه گفتن، ما احتیاج به قوانین داریم. خب این که مشخصه، شما میبینید تو همین کشورهای اروپایی هم مثلا این مسلمانایی که تو کشور خودشون به کودک 9 ساله و 10 ساله و اینا رو ازدواج به عنوان ازدواج از خونه بیرون میکنن به عنوان ازدواج، اینجا این اتفاقا نمیفته. اینجا این قوانین سفت است و مقابلشون است. دقیقا هدف این فیلم ما هم که ساختیم اینه که این در واقع کثیفی این قوانین رو، این که تو ذهن ما اومده، همون شما میبینید که آدم ها به صورت بدون صورت هستند، یعنی دیده نمیشه. همین ما هستیم، همینا هستیم، تو گوش این آدمه میگیم. یعنی یه سری قوانین ها نوشته شده هست که قطعا با این قوانین اسلامی خب به اینجا رسیدیم، یه سری هم غیر نوشته شده هست، همینه که خودمون پشت سر میگیم دختر فلانی با فلانی رفته ها، این چیزایی که داریم میگیم. منظور من در واقع این بود، امیدوارم روزی یه جوری بشه ما توانایی داشته باشیم، قوانینی داشته باشیم که در واقع زن رو به چشم انسان بهش نگاه کنه. باز هم سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید. خیلی ممنون، سپاسگزارم از مهمونای عزیزمون خانم دفتریان، خانم منصوریان و آقای یاشار فانوس و دوست عزیزی که از ایران با ما بودن. خیلی ممنونم، امیدوارم فرصت دیگه داشته باشیم که با شما عزیزان راجع به دانش و آگاهی و تجربیاتتون استفاده کنیم. ممنون از شما که هم با ما همراه بودید تا آخر برنامه. منتظر نظرات، پیشنهادات و همکاری‌های شما در این زمینه هستیم. با برنامه دیگه و دیداری شما. سپاس از شما بانو و سپاس از بانو عسکری که این برنامه رو برای ما پیاده کردن و من به درود میگم تا درود دیگر.